سلام و دوستان عزیز حالتون چطوره بریم با هم دیگه یه بررسی از این داشته باشیم که ممکنه در روزهای آینده تاریخ دوباره تکرار بشه و قیمت بیت کوین اون سعودی که مد نظر خیلی از افراد هستش رو تجربه کنه ولی این تاریخ تکرار شدنه حالا دلایل خودش رو هم داره باید منطقی باشه و به گذشته چار که میای مراجعه می‌کنیم و میبینیم که وضعیت به چه شکلی هستش باید بدونیم که آیا تأثیری می‌ذاره روی قیمت بیت کوین تاثیر مثبتی میذاره که بتونه جهش خوبی داشته باشه یا نه که توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه بهش بپردازیم قیمت بیت کوین هم که داریم مشاهده میکنیم توی تایم فریم روزانه اگر نگاه کنیم در حال حاضر 42900 حالا نزدیکی 43 ما میگیم 43000 دلار داره نوسان میکنه و قیمت از همینجا استار خورده به سمت بالا حرکت کرده از آخرین باری که ما سیگنال خرید دادیم راجع به قیمت بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال وقتی بودش که قیمت بین این مح... محدوده ها زیر 39000 تا داشت نوسان میکرد که اومدیم سریع بهتون گفتیم که آقا زیر 39000 تا جای خیلی مناسبی برای سرمایه گذاری و خرید کردن و فرصت برای جمعوری دوباره کریپتوکارنسی هستش که همین اتفاق هم افتاد و ما دیدیم که قیمت بیت کوین از همین محدوده یک رشد فوق ای رو داشت و به سمت بالا اومد یک صعود خیلی فوق ای رو تجربه کرد حالا باید بدونیم که آیا به گذشته چارت بریم مراجعه کنیم که چند تا نکته حالا تکنیک آموزش هم بهتون خواهم گفتش یاد خواهیم داد که ببینیم که نموداری دوباره میتونه تکرار بشه و قیمت این تارگت 51000 دلاری که واسه خودمون گذاشتیم چه ما بخوایم چه نخواهیم قیمت از همینجا یه سقوط آزاد خیلی خوشگلی هم داشته باشه خیلی خوش فرمی هم داشته باشه قیمت بیت کوین روی 35000 دلار میاد که میرسه به این محدوده جایی هستش که دیگه کم کم باید قیمت برگرده به سمت بالا که حتی از این پایین هم بیاد و برسه زیر مثلا 30000 دلار این 51000 دلاری که من تارگت گذاشتم از خیلی وقت ها پیش از کجا ما این تارگت رو گذاشتیم بیا اونایی که حالا گذشته از ویدیوها ویدیو ها رو دنبال میکنن وقتی که قیمت بیت کوین داشت محدوده های 28000 دلاری اینو نوسان میکرد ما اومدیم یه آپدیت تحلیل گذاشتیم این محدوده گذاشتیم گفتیم که منتظر رشدایی از سمت بازار ارزهای دیجیتال باشید تا محدوده 51000 تا هم ود. حرکت کرد حالا بریم یه سری به کوین مارکت کپ بزنیم من اینا رو پاک کنم که برسیم دوباره نموداری میخوام با دقت کامل بهتون بگم بچه‌ای که تریدر هستن حتما تو اینا کامل نگاه کنن مخصوصا کسایی که دارن فیوچرز کار میکنن که سری میریم با هم دیگه توی تایم فریم واینتر 4 ساعتی یه ساعته یه پوزیشن با یا لانگ یا شورتی رو که حالا حال 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 کدوم که مناسب و جذاب باشه بهتون خواهم گفتش خب کوین مارکت کپ رو اگر نگاه کنیم تو بخش ترند ها رمزارزی که ترند بازار هستن چوب حالا این اسمی هستش که داره رمزارز دیگه که به عنوان میم کوین هستش زتا رو داریم اینجا پایین تر حالا ارزهای دیشال دیگه ای رو داریم که ترای کلاسیک هستش بیت کوین هستش سولانا چنلینگ، ارزشال کلاستیا یا تیا که خیلی زیر نظرش بگیرید همین تیایی که قیمت 17 دلار داره در آینده هم قرار هستش که یک سبدی بهتون معرفی کنم که از طریق اون سبد حالا یه چند تا از کریپتوشو بتونی نگهداری کنید که مناسب سرمایه‌گذاری کردن هم هستش پایین تر داریم جالب بچا چلیز لوگوش تغییر کرده این لوگوی که نگاه میکنید در گذشته لوگوی قدیمیش رو ما میتونستیم ببینیم و پایین تر حالا MX توکن هم که مربوط هستش به توکن خود مکسی که فکر کنم تازگی ها اومدن وارد بازار کردن و اسمش هم اومده تغییر داده که این هم حالا زیر نظر صرف خود مکسی هستش که لینکش رو زیر ویدیو دسکریپشن گذاشتم تنها حرفی که حالا ما داریم داخلش ترید میکنیم کنار بینگیکس که بسیار معتبر هستش خب برگردیم داخل کوین مارکت که همونطور که بهتون گفتم در آینده سه چهار تا ارز چال قرار هستش که معرفی کنیم نه بین 20 تا رمز ارز برتر هستش نه بین 50 تا 100 تا رمز ارزهایی رو معرفی خواهم کرد که اسمهاشون رو کمتر ما شناختی شنفتیم و کمتر ازشون راجبشون بهشون اطلاعات داریم و اون ارزهای چال هستن که میتونن رشدای فوق العاده داشته باشن جهش های خیلی خوبی رو داشته باشن پس در آینده معرفی خواهیم کرد به خاطر همین حتما اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردی سابسکرایب داشته باشید که بتونید وقتی ویدیو منتشر میشه سریع با خبر بشید کنارش زنگوله استش روی آل بذارید سریع با خبر میشید و بیاین ویدیوها رو نگاه کنید اتریوم رو نگاه کنیم اتریوم 2300 تا بی, ام بی رو داریم اینجا 300 دلار سولونا 97 دلار سولونا هم واسه ترید کردن این روزها جذاب شده ریپل و زیر نظر بگیری پایین تر هیچ کدوم از ارزهای چال بدون بازار یعنی بدون هیچ استراتژی حرکت نکردن یعنی خبری منتشر بشه یه پامپی داشته باشه همشون در سطحاش نگاه کن تو 24 ساعت گذشته 2 درصد 1 درصد 4 درصد همه اینها رو که ما داریم نگاه میکنیم با بازار حرکت کردن و یکیش نبوده که مثلا به غیر بازار بازار حرکت کنه و یه پامپ مثلا 34 40 درصدی داشته باشه و پایینتر حالا رمز دیگه ای که هستش که میشه زیر نظرش گرفت همین دیواید دی ایکس رو زیر نظر بگیرید بچه‌ها دیواید دی ایکس هم جذاب هستش حالا اینجا به زودی راجبش یه صحبت خواهم کرد که یه تغییرات خیلی کوچیکی داخل دیواید ایکس اتفاق افتاده که راجبش صحبت خواهیم کرد من رو پاک کنم و حالا برگردیم راجب تکرار شدن و تاریخ صحبت کنیم که توی تایم فریم هفتگی بهتر میشه به این موضوع پرداخت خب قیمت بیت کوین وقتی میخواد یک جهشی رو داشته باشه اتفاقی که واسش میفته این روندهای سودی آخرین بار و حالا اولین بار رو میخوام برسی کنم اینجا جایی هستش که قیمت استار خورده و به سمت بالا حرکت کرده درصدش رو نگاه کن درصدی که رشد داشته نزدیکی های 600 درصد بوده من اینو می نویسم اینجا که یادمون باشه که میخوام جلوتر به یه نکته اشاره کنم موج بعدی رو نگاه کن که اینجا هستش قیمت اومده استراحت کرده برگشته به سمت پایین و از اینجا قیمت یک سودی داشته اینجا چند درصد بوده 343 درصد بوده من اینم میام مینویسم 343 درصد اینجا قیمت بیت کوین اومده رشد کرده این موجی هستش که اینجا تجربه کرد اینم موجی هستش که اینجا داشته بعد یک رشد دیگه ای داشتیم دیگه اینم از اینجا بوده این چند درصد بوده 1500 درصد 1500 درصد 1000 من می نویسم اینجا 600 درصد نزدیک 1600 درصد و دوباره اصلاح کرده یه موج دیگه ای هم که برگشته خواسته که حرکت کنه 138 درصد بوده که این حالا واسه اصلاح کردنش بوده این آخرین موج هایی که شما دارید اینجا میبینید 600 درصد 346 درصد 1600 درصد رو ما داریم میبینیم یعنی موج بزرگش بعد از اینکه سه تا موج خیلی کوچیکی تشکیل داده اتفاق افتاده 1600 درصد حالا اینجا داره قیمت بیت کوین نوسان میکنه دیگه درسته از اینجا که من درصد میگیرم میبینم که قیمت بیت کوین 180 و چند سه درصد قیمت بیت کوین از اینجا اومده رشد کرده به سمت بالا این موج برای این هستش این موج برای این هستش به چه نتیجه ای این سه تا گذشته رو من میخوام نگاه کنم میبینم که رشدایی که داشته بالای 300 درصد بوده وقتی هستش که قیمت از 150 درصد و بور میکنه ببین 150 درصد رو که شما دارید این محدود میبینی. ببین واکنش نشون داده از خودش یه واکنشی داشته و سریع قیمت اومده یه استراحتی کرده برگشته به سمت بالا وقتی قیمت بیت کوین رشدی رو میخواد تجربه کنه روندی رو تجربه کنه یه 150 درصدی رو داره 100 مثلا 60 70 درصدی رو داره و بعد استراحت دوباره حرکت میکنه و موج بعدی خودش بده آیا اینجا هم به همین شکل بوده ببین درست از روی 1670 این محدوده ها قیمت بیت کوین دوباره یک کندل نزولی داشته برگشته به سمت پایین و باز موج بعدی خودش رو ادامه داده و صعود خیلی خوبی رو اومده تجربه کرده اینجا رو ما بخوایم نگاه کنیم درصدش رو میخوام بگیرم 150 درصد ما کجا میفته میفته اینجا آیا قیمت اصلاح کرده؟ بله قیمت از روی 160 درصد 150 درصد اصلاح کرده و این داره به همون نشون میده که قیمت بیت کوین وقتی که 150 درصد رو بور میکنه یعنی خیالش راحت هستش چشمش رو میبنده و به موج بعدی خودش ادامه میده سودها پشت سر هم اتفاق میفته هر وقتی که از 150 درصد عبور کردیم این اتفاق افتاده و بالای 300 درصد که میاد یعنی اینکه قیمت اون رشد خودش رو تجربه کرده ما هم از لازم دو طرفی دارم نگاه میکنم هم از اینجا که دارم نگاه میکنم 150 درصد 160 درصدش و 170 درصدش اینجا دارم میبینم دیگه برخورد کرده داره استراحت میکنه هم از این طرف جای استراحتش هستش حتی جا داره که بازم پایین تر بیاد ولی دیگه این پایین ترها نهایتا همون 38 و 37 و این محدوده ها میتونست باشه هم از این طریق ما داریم میبینیم که قیمت این سیگنال رشد رو داره میگه اگر تاریخ تکرار بشه و هم از اون طرف درصدها به همون دلار آرام سیگنال رو میدن و میگن که آقا الان وقت خرید قیمت بیت کوین هستش یا نه حالا درصدها ها به چه شکلی وقتی بالای 30 درصد هستش 150 درصد عبور میکنه صعود میتونه اتفاق بیفته آیا 150 درصد بور کرده اولا 150 160 70 رو عبور کرده و قیمت از همینجا تاریخ اگر بخواد تکرار بشه ما الان این محدودا هستیم اگر تاریخ به تکرار بشه قیمت رشداش رو کرده روند و تغییر داده اصلاح و ادامه موج و حتی تارگت های بالاتری سمت بیت کوین هم میتونه بیاد که همه اینها ممکن هستش این وسط وقتی اگر ما شاهد باشیم که قیمت بیت کوین یک سودی داشته باشه یک جهشی داشته باشه این وسط ارزهای دیجیتال دیگه ای که داخل بازار هستن دارید مشاهده میکنید خودش هم مثلا یکی دی و, و پایینتر حالا دارید مشاهده میکنید اینا هم رشد های خیلی فوق العاده تری رو خواهند داشت حالا نکته ای که هستش قیمت بیت کوین همیشه 10 درصد میاد بالا اتریوم 12 درصد شاید بی ام بی 14 درصد سولانا 15 درصد ریپل 14 درصد کاردانا مثلا کمتر مثل ریپل 14 درصد ولی پایینتر چنلیک رشد بیشتر پالیگان رشد بیشتر 20 درصد تون کوین 20 درصد اینا ارزهای دیجیتالی هستن که حالا من اون سری هم ماتیک و ماتیف حالا پالیگان رو بهتون معرفی کردم و گفتم که حتما سرمایه‌گذاری انجام بدید روی ارز دیجیتال ماتیک پالیگان که جذاب هستش که حالا به زودی اون کریپتوهایی که کمتر شناخته شدن رو بهتون معرفی خواهم کرد منتظر ویدیو باشید پس این تلایی که انجام دادیم فکر کنم دیگه متوجه شده باشید و دیگه نیازی نیستش دوباره تکرار کنم توی تایم فریم روزانه من اگر نگاه کنم ببینم که حالا واسه بچه که دارن ترید میکنن چه سیگنال هایی رو میتونیم ببینیم توی تایم فریم روزانه ما اینجا یه دونه حالت ترین لاینی تشکیل دادیم به این شکل قیمت ما از اینجا شکسته شده درسته قیمت اومد از اینجا شکسته شده پول بکش هم زد و بعد پایین بار دیگه هم نور شده پول بک باز بازم اینجا گیر کرده نتونسته به سمت بالا حرکت کنه ولی این طرفو داریم نگاه میکنیم هم یه هفتی شکل تیز داریم هم یه دونه هدر شولدر مانند اینجا داره تشکیل میشه و نکلاین ما میافته درست توی تایم فریم 4 ساعته بهتر میشه نگاش کرد و متوجه شد که این محدوده میفته نکلاین ما جایی هستش که قیمت ببین حتی اینو امتدادم بدی تقریبا یه لحظه من اینو زوم کنم امتدادش بدم که این کجا رفتش من اینو دوباره رسمش کنم به این شکل و امتدادش بدیم این محدود نکلاین ما تقریبا میفته این محدود جایی هستش که قیمت هم ببین تایم فریم 4 ساعت هم بچه این هیدن شولدره رو تشکیل داده پس قیمت بیت کوین وقتی تونست از این ترین لاین و هم از این زونی که وجود داره تقریبا اگر عددش رو بگم به بهتون 43 و 400 عبور کنه یعنی افزایش قیمت این ارز دیجیتال افزایش قیمت بیت کوین و شاهد این خواهیم بودش که به سمت تارگت 51000 دلار خودش حرکت کنه پس تریدرها الان تایم این فرم 4 ساعت هستیم تو کمین باشن نگاه کنن که وقتی از اینجا بتونه از این حمایت مقاومت خودش عبور کنه وارد پوزیشن بشن و باهاش به سمت بالا حرکت کنن من تمام نکات رو گفتم خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید بازم میگم حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید اون ویدیوی تحلیلی و ارزشی که قرار هستش بهتون معرفی کنم سریع ازش با خبر بشید خیلی ممنون تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فست تریدر